سلام، موضوع امروز درسی ما ساخت و وظیفه حجره قسمت دوم است. حجره چه خیلی که ما از درسی گذشته به ما معلوم است حجره از سه قسم اساسی چی عبارت می باشد. سه قسم اساسی دارد، یعنی جلد، جیل، سیتوپلازما و یادرو. ما دوی با جیل و یادرو در قسمت یکم گپ زده گرسیم. شما از اونجا میبینید و سیتوپلازما باشد سه قسمت دارد. کدوم قسمت ها؟ ببینید گیالوپلازما ارگانوئید ها و امیزه ها. ما دویر با گیالوپلازما و امیزه ها معلومات دادگی هستیم و امروزا قسمت موندگی است. این چیه؟ ارگانوئید ها. ارگانوئید چیست؟ ارگانوئید این ساختاری داخل سیتوپلازم، ساختاری دائمی، یعنی در داخل سیتوپلازم دائمی و وجود دارن، نیست نمیشه. مثلا امیزه ها ما گفتیم قابلیت دارد زیاد و کم شود نیست، اما ارگانوئید ها این ساختاری چی؟ ساختارهای دائمی حجره بوده دارای وظیفه معین میباشد و ارگانوئید ها رو به دو گروه کلان چی جدا میکنند، وابسته به تعینات یا اینکه وابسته به وظیفه. ارگانوئید های تعیناتشون مخصوص، ارگانوئید های تعیناتشون عمومی، یعنی ارگانوئید های تعیناتشون مخصوص چی معنی دارد؟ ارگانوئید های تعیناتشون مخصوص این برای همه حجره ها خاص نیست، برای گروهی معین حجره ها که وظیفه های را اجرا میکنند که دیگر حجره ها در دیگر حجره های ارگانیسم اجرا نمیکنند. مقصد یعنی ارگانوئید های تعیناتشون مخصوص برای مخصوص حجره ها خاص است، برای همه حجره ها خاص نیست، را در همه حجره ها دیده نمیشد. کدام ارگانوئید ها و ارگانوئید های تعیناتشون مخصوص داخل میشد؟ یکم قمچینک میشگونک ستیگما چشمکی روشنی اساسه، چشمکی روشنی حساس. بعد و کولای کشش خورنده با همین مونن باز وجود دارن. ها یک چند تا مثال آوردم برای شما. مثلا قمچینک این ارگانویده می باشد که برای همه حجره های بدن خاص نیست، در یکی برای همه گروه حجره ها خاص نیست. قمچینک ما در ارگانیسم انسان قمچینک رو در کجا می بینیم؟ ببینید در چی هست؟ نطفه. در نطفه میبینیم، این در نطفه، یعنی نطفه چی دارد؟ قمچینک دارد. نطفه قمچینک دارد و واسه قمچینک و میشگونک این عضو حرکت میشن، برای حرکت کردن نطفه. و در خلمیده مونده دو قمچینکی چی دارد؟ دو قمچینکی برابر اندازه دارند و دیگر ساختار گفتیم چی؟ میشگونک. میشگونک این چی؟
infuzor patakça, dar infuzor patakça, dar atrofion çi joy girişte ast? Mijgonako joy girişte ast. Ha, mijgonako dar ki, dar infuzor patakça, infuzor patakça. Infuzor. Dar infuzor mijgonako ro didam betavanem. Asla mijgonako andozashon khurd meboshan, miqdorashon ziyod. Khamchinak miqdorashon kam va andozashon chi kavon meboshan. Andozashon kavon meshavad. Va digar sokhtor in chi ast? Stigma. Stigma dar chashmaki surkh ravshani hassas, chashmaki surkh ravshani hassas dar ana infuzor patakcha mo chi ro didam betavanem? Stigma ro didam betavanem, stigma. Sigma این برای در روشنی رو حس میکند و با سوی روشنایی چی میکند مایل کردن یا حرکت خلمیدمونند رو تامین میکند تا اینکه روند فتوسنتز عملی شود و کولای کشش خورنده مغز در داخلی انا مین انفوزور هم داریم و کولای هاضمه و کولای کشش خورنده انا این چیلی و کولای کشش خورنده است که برای خارج کردن آب زیادتی و نگاه داشتن فشار اسموتیکی را چی میکنم نگاه میدارم. نگفتن هم که کمچینک میجگونه گفتیم اوزوی حرکت میباشد اوزوی حرکت و ساختار اونها از میکرونایچه ها ساخته شده است. از میکرونایچه اگر یک بار تصویر کنیم در میکرونایچه هایی که در کمچینک میجگونه وجود دارد در اطرافش در اطراف هشت خلاصه کمی جا تنگ شد نه تا ببینیم در کمچینک میجگونک در امی یک نچه و در بانچه در اطراف یون چی نه جفت در اطراف نه جفت چی هست میکرونچه نه جفت میکرونچه یعنی چند 18 دونه 18 دونه و در مرکزش باشه چند تا دو تا میکرونچه و تصور میشه که در ترکیبی کمچینک چند تا میکرونچه زده میشه جواب چند تا 20 تا میکرونچه زده میشه اما در قسمتی بزرگی قسمتی که آنمین کمچینک و در این قسمت اگر در این قسمت اگر 20 میکرونچه باشد در داخل اگر همین را بوریم اگر در بورش کندلان نظر کنیم 20 میکرونچه و در قسمتی که با تنه حجره میچسبد در اینجا یعنی ممبران بزلی میگن ممبران بزلی در آن قسمت ممبران بزلی به هر یک ساختار به هر یک ساختار باز یک تای دیگر چی یک تای دیگر میکرونچه پیوست میشن اما اندازه کوتاه است از همین داخل از داخل تا هم نزدیکی چی را میگوید تا نزدیکی جای برآمد هم میبروید و درشی باقی نمیرود خلاصه چونین جای گیر شده است کوتاه میکرونچه کوتاه و در اینجا چی اصل میشه تریوید اصل میشه تریوید و در قسمت اگر بزلی اش اگر نظر کنیم در قسمت بزلی چند تا است نو ده یعنی چند تا میشود سی تا هم سی تاگی چند تا ده تا هم در اطراف نه کرا سه بیست هفت این مرکز باشد سی یعنی سه ضربی چند ده سی تا میکرانه چه در کلام قسمت در قسمت این ممبرانه بزلی در قسمت ممبرانه بزلیش سی تا میکرانه چه دیده میشود خلاصه این میکرانه چه اوزوی حرکت میبوشن در این قسمتی که گفتیم در قسمتی میکران کمچینکی هست در قسمت کمچینک دوتاگی جای گیر است و در این قسمت اونها با یک دیگر لغزش خورده انرژی اتف رو صرف کرده لغزش خورده در اینجا حرکت رو چی میکنن؟ حرکت یعنی این حجره رو تامین میکنن حرکت حجره و وکوله کش خورنده و اصلا وکوله کش خورنده اصلا تنظیم فشار اسموتیکی میباشد آب زیادتی ترکیب یعنی در آب در ترکیب خلامیدامونات هم وجود دارد در ترکیب اینفوزور هم وجود دارد وظیفه‌اش چی میکند آب زیادتی رو خارج میکند بیرون میکند تا اینکه از حد زیاد آب وارد نشود تا اینکه حجره نکفد و ویران نشود و دیگر
Organoid ها بوده organoid تاینات هاشون اومی که با دو گروه جدا میشوند با دو گروه کلون organoid های بی ممبرانا و organoid های چی؟ ممبرانا دور organoid های بی ممبرانا و organoid های ممبرانا دور organoid های ممبرانا دور در نوبت خود با دو گروه جدا میشوند organoid های یک ممبرانا و ارگانویت های دو ممبرانه یعنی یک ممبرانه دار و دو ممبرانه دار ببینید و ارگانویت های دی ممبرانه و ارگانویت های بی ممبرانه چی داخل میشد؟ ریبوسوما سنتروسوما نومی دیگرش چیه؟ مرکز هجیره مرکزی هجیره سنتروسوما و سیتوسکلت ها ارگانوید های بی ممبرانا ریبوسوما سنتروسوما سیتوسکلت باز میگویم که امین یادروچه را بعضی ادبیات ها میبینید شما میگن با ارگانوید بی ممبرانا داخل میشه اما یادروچه این ارگانوید نیست در اصل در حقیقت ممبرانا ساختار بی ممبرانا است اما ارگانوید نیست این ساختاری موقتی داخل یادرو میباشد زیرا که حاصلشایی و موجودیتی وی به خود اون وابسته نیست و از حسابی خراماتین هم از یک قسمتی خراماتین حاصل میشود از یک قسمتی خراماتین حالا ما در قسمتی ریبوسوما را فهموندن ما دایر با اون صحبت میکنیم و دیگر ارگانوید این ارگانوید های چی؟ ارگانوید های یک ممبرانه‌دار ارگانوید های یک ممبرانه‌دار و این ارگانویت ها داخل می شوند طور اندوپلازماتیکی دویون اپاراتی گولجی سیون لیزو سوما چورون و کولا پنجون پروک سیسوما باز میتونیم داخل کنید گلیوکسوما یک نوعی پروکسوما میباشد و اولیوسوما یعنی یک ممبران اتور اندوپلازماتیکی اپارات گلجی لیزاسوما و کولا پروکسوما گلیوکسوما و اولیوسوما و با ارگانویت های دو ممبران ادور باشد از همه مهم این چی؟ میتاخوندره و پلاستیده نگفتن هم اومد که در بعض حالات میشد که در همجا چی رو داخل کنن؟ در این منطقه شما میتوانید یادرو در بعض جای شما میبینید که یادرو رو با گروه ارگانوید های دو ممبرانه‌دار داخل کردن حالا که یادرو این ساختار ترکیبی هجیره است یک ساختار کلون داخل هجیره می باشد در اصل ارگانوید نه زیرا که ارگانوید ها مفتیم این ساختارهای دائمی اما یادرو و یادروچه ساختار دائمی نیستند زیرا که هنگام تقسیم شوی آنها چی میشن نیست میشن نابود میشن حالا هر یک کدام این ارگانوید ها رو ما در علاهیدگی دیده میبریم مدام که ممبرانا ندارم پیش از همه مثلا ما شروع میکنیم به آموزش ریبوسوما اما جای سینز ریبوسوما این یادروچه است یادروچه باشد در داخل یادرو برای همین یک بار این رو با شما نشون میدیم مثلا یادرو این ارگانویدی ایچی ساختوری دو ممبرانا بود ما کمی پیش گپ زدیم ساختوری دو ممبرانا ساختار دو ممبرانه این است چی؟ ممبرانه بیرونی و دیگر را باشد ممبرانه داخلی ممبرانه بیرونی یادرو ممبرانه داخلی یادرو و ممبرانه بیرونی و ممبرانه داخلی هر داشتن در یک جایی چی میگن ممبرانه یادرو را کاریون چی؟ یادرو لیمه چیه پرده
یعنی پرده یادرو رو چی میگن؟ کاریولیوم. اصلا یادرو یک چند سینونیم دارد. هستا توجیکی قدی هستا، یونانی قدی کاریون، کاریون لاتینی قدی نوکلیوس. نوکلیوس این سینونیم های یادرو میبوشن. و این سراخی هایی که ما میبینیم، این سراخی های یادرو هست، سراخی های یادرو. و در داخل یادرو، در داخل یادرو ما چی رو بزیده میتوانیم؟ این شیره یادرو. شیره یادرو نام داره چی؟ کاریوپلازما. شیره یادرو نام داره کاریوپلازما. معنی کاریون گفتیم چی؟ یادرو. و پلازما باشه چی؟ مویه. مویه داخل یادرو را چی میگن؟ کاریوپلازما. و در داخل، در داخل یادرو ما یک ساختار رو میبینیم که ساختار پنجره شکل. و در این منطقه بینید چگونه پیچ و کوره زیادتر شده است. در این منطقه پیچ و کوره زیادتر شده است. و انمی قسمت رو میگن چی؟ گتروخروماتین. گتروخروماتین، گتروخروماتین. و انمی قسمتی که رشته هاش باریکتر است نام دارد ایوخروماتین. خلاصه گتروخروماتین، ایوخروماتین هر دویشون چی هستن؟ خروماتین، خروماتین می باشن. خروماتین. و خروماتین چیست؟ خروماتین ساختار پنجره شکل یادرو که با اصول رنگ رو قبول میکنه چی مینامن؟ خروماتین. ساختار پنجره شکل یادرو که با اصول رنگ رو قبول میکنه خروماتین مینامن. خروماتین در دو شکل می خورد، ایوخروماتین، گتروخروماتین. ایوخروماتین شکلی رشته شکل است و فعال می باشد. گتروخروماتین پشتاب خورده است. این چی است؟ نو فعال. فعال، نو فعال چه معنی دارد؟ فعال هم این که در این ایوخروماتین در این قسمت ترانسکریپسیا به عمل میاد. حالا ترانسکریپسیا به عمل میاد قابلیت دارد که اخبار ژنتیکی را تیا. اما در گتروخروماتین علاقه پشتاب خورده است دیگر اخبار ژنتیکی را داده نمیتواند. و در این منطقه باز یک ساختار دیگر رو میبینیم، یک ساختار دیگر رو که نام داره چی؟ یادرو چا نام داره؟ یادرو چا. اصلا کدام قسمت های اساسی یادرو رو ما میدونیم؟ یعنی کاریولیما، جلد یادرو، کاریوپلازما، شیره یادرو، خروماتین و یادرو چا. چهار قسمت اساسی یادرو. و حالا ما خروماتین رو ببینید. اگر خروماتین، خروماتین وقتی که پیچتاب میخورد ساختار رشته شکل است که وقتی پیچتاب میخورد، پیچتاب خوردن اون رو چی میگن؟ سپیرالیزاسیا. سپیرالیزاسیا. هنگامی که سپیرالیزاسیا رو پیچتاب خوردنش خروماتین مبادل میشود و چی؟ و خروموسوما. با خروموسوما مبادل میشود. یعنی با خروموسوما مبادل شد. ببینید که خروموسوما چگونه شکل دارد. خروماتین، شکل خروماتین اونجا علاقه به ما معلوم است. و خروموسوم الان این ساختاری که ما میبینیم این خروموسوم است. از دو تا خروماتید عبارت است. این یک خروماتید و اینش باشد خروماتید دویم. این خروماتید، این هر روی که ما میبینیم نام دارد خروماتید. ببینید خروماتین، خروموسوم، خروماتید. در ترکیب یک خروموسوم دو تا خروماتید عبارت است. یعنی یک خروموسوم از دو تا خروماتید عبارت است و این دو خروماتید بین هم دیگر پیوست میشوند توسط چی؟ سنترومر. توسط سنترومر. سنترومر یا با عبارت دیگر میگن کشش خوراکی یکمین. کشش خوراکی، کشش خوراکی یکمین نام دارد. و در همین منطقه، در همین منطقه هنگامی تقسیم شود یک سفیده مخصوص حاصل می شود که این سفیده نام دارد این سفیده نام دارد کینتوخور. این کینتوخور درخت تقسیم شده. الان این طرحهای اخروماتینی میگیم، یک زن طرحهای اخروماتینی اومده در کینتوخور چی میشود؟ پیوست میشود. و
Ana in duşoy kitfoy mebinim, ne kitfoy kromosom az, kitfo. Ana in kitf yo chi megim duş. Duş yo kitfoy kromosoma. Kitfoy ki duşoy kromosoma va ana in saxtori ki mebinim ne yak to kitf boşa çan to ine yak to kitf ine du to kitf ine kitfi bolo kitfi chi poyon yak to du to ana in سیوم و اینه قسمتش چورم انا یکی ما دیدم این نام دوره تلومر تلومر ببینید که یک خرماتی ده از دو تا تلومری ببارد است دیگر خرماتی ده از دو تا تلومر یعنی در یک خرماسوم چور تا تلومر رو ما دیدم میتوانیم و در بعض خرماسوم ها در بعض جفت خرماسوم ها ما میگیم کدوم جفت این نام دوره کشش خوراکی کشش خوراکی دویومی نام داره چی؟ کشش خوراکی دویومی ببینید که انا می کشش خوراکی دویومی مست جای سینتزی چی است؟ جای سینتزی یادرو چا یعنی کشش خوراکی دویومی این جای سینتزی چی؟ سینتزی یادرو چا یادرو چا در کجا سینتز بشود؟ یادرو چا در انا می کشش خوراکی دویومی و یادروچا چی رو حاصل میکنه؟ ریبوسوم و بعد ریبوسوم سفیده از حساب تورهای سفیدوی بعد سنتراسوم و حساب سنتراسوم تورهای سنتراسوم بعد سیتوسکلت حاصل میشه و ما کمی پیش گفتیم که کشخوراک دویمین در همه خرماسوم ها دیده نمیشه در کدوم خرماسوم ها کشخوراک دویمین دیده میشه یعنی کدوم خرماسوم ها قابلیت دارن چی رو حاصل کنن؟ یادروچا رو حاصل کنن خرماسوم های جفتی 13 جفتی 14 جفتی 15 جفتی 21 جفتی 22 یعنی این خرماسوم ها الان تلو چی دارن؟ کشپک دویمین دارن که در این کشپک دویمین اونها چی حاصل میشود؟ یادروچا حاصل میشود هم وقتی که اگر خرماتین باشد این همی قسمتی کشپک دویمین اونها به هم پیوست شدن در یک جا چی حاصل میکنن؟ یادروچا حاصل میکنن خلاصا انم این منطقه که یادروچه میگیم این چی گونه مثلا قسمت میباشد این قسمتی است که قسمتی میباشد که در اینجا یعنی گنی چی دارد؟ گنی کایرنی ریباسوماوی فهمو؟ در این منطقه گنی کایرنی ریباسوماوی وجود دارد و در این وقت گنی کایرنی ریباسوماوی حاصل میشد همین منطقه را چی میگن؟ یادروچه فهمو؟ یادروچه یعنی گنی کایرنی ریباسوماوی و در وقتی که خرماتین است یادروچه در داخل یادرو دیده می شود وقتی که پشتوب خورد سپرالیزاسیا شد خرماسوم حاصل شد علاقه دیگر این گن مخکم می شود دیگر کایرن ریباسومای حاصل نمی شود وقتی کایرن ریباسومای حاصل نشد یادروچه نیز حاصل نمی شود از این سبب ما گفتیم یادروچه ساختار خرماسوم ساختار مستقل میگن اما یادروچه ساختار نامستقل ببینید که یادروچه وابسته است به چی به خرماسوم فای در اینجا ما داریم دسته مواد ژنتیکی دسته مواد ژنتیکی یک بار فهمونیم شما دا همین حالت نگاه کنید یک بار وقتی که شما میبینید که خرماسوم جفت وقتی خرماسوم میبینید جفت جایگیر است یعنی هر یک خرماسوم جفت خود را دارد ببینید این ای از پدر عینش باشد از کی از مادر خرماسوم یکی از پدر یکی از مادر مثلا در داخل نطفه و تخم مجرا در داخل نطفه 23 تا خرماسوم در داخل تخم مجرا 23 تا یکم خرماسوم داخل نطفه با یکم خرماسوم داخل تخم مجرا اونها با هم دیگر مانند از روی شکل و اندازه و مقدار گن این خرماسوم را خرماسوم گومولوژی میگن ما از این خرماسوم که از روی شکل و اندازه با هم دیگر مانند خرماسوم چی میگن خرماسوم های گومولوژی و در حجره های جنسی وقتی خرماسوم را نگاه کنید اگر ما میره از اشاره کنیم یک بار ببینید که در این وریانت هم چی؟ هر یک خرماسوم جفت یکم جفت دویم جفت یکم جفت دویم هر یک خرماسوم جفت خود رو دارد وقتی که شما حجره جنسی را نگاه کنید اگر حجره جنسی در حجره جنسی شما میبینید چی رو؟ یعنی خرماسوم چی رو ندارد؟ جفت خود رو ندارد خرماسوم وقتی که جفت خود رو ندارد این خرماسوم چی؟
خرماسوما داریم مورد جفتی خود رو ندارن ببینید در مورد دویم جفتی خود رو دارن این در داخل نطفه و تخم مجره قرار دارد مثلا داخل نطفه است این اش باشد داخل مجره های جسمی در داخل مجره های جسمی هر یک خرماسوما جفتی خود رو دارن و هنگامی دسته مواد ژنتیکیش رو به طور ژنتیکی نوشتن می نویسن که 2N یعنی دسته 2N گفته یعنی دیپلوید هر یک جفته که ما میبینیم جفت یکم دویم سیم چند جفته که دارن هر یک کدام اونها چی دو توگن یکی از پدر یکی از مادر این رو چی میگن دو این یعنی که دیپلوید این هم چی است دو این دیپلوید وقتی که در مبین دویم ببینید یک خرماسوم و خرماسوم دیگر براش چی خالی است یعنی جفت خود رو ندارد از این سبب چی اشاره میکنن یک این و این چونه ترکیب خرماتید اون رو نیز میبینم میگن همین خرماسوم چند تای خرماتید دارن هر یک خرماسوم از دو تاگینه یک دو یعنی دو خیره افته اشاره میکنه ایش هم چی؟ دو خیره و پایان چی؟ پایان هم چون این است ببینید دو تا خرماتید دارد که هر یک خرماسوم دو تای خرماتید دارد دو خیره یعنی دو خرماتید در کدام وقت ما یک خرماتید میگیم ببینید در این مورد در مورد که یک خرماسوم خرماسوم را نگاه کنیم این هم خرماسوم که ما میبینیم در بالا باز در پایان ببینید خرماسوم هر یک خرماسوم جفتی خود رو دارد ببینید جفتی خود رو دارد در این همین هم دو این است جفتن که این هم چی است دو این از چی فرق دارن از هم دیگر در اینجا خرماسوم دو تای خرماتید دارد در اینجا خرماسوم یک تای خرماتید دارد یک خیره دو این یک خیره و در مورد دیگر در اینجا ببینید خرماسوم جفت خود رو ندارد خرماسوم جفت خود در اینجا بالا داشت که در اینجا ندارد یک این و چند تای خرماتید دارد یک خیره یک خیره این رو با باز پراتر در موضوع پراتر در موضوع میتاز تقسیم شده در باز دیده میباره و دسته خرماسوم هایی که دسته خرماسوم هایی که در داخل دسته خرماسوم که در داخل حجره های جسمی جایگیر است در دسته خرماسوم که در داخل حجره جسمی جایگیر است اون را چی میگویند کاریوتیپ میگویند فهمو خب ما شروع میکنیم به آموزش چی به آموزش ریباسوم خلاصه اگر سوال شد که وظیفه یادروچه چیست؟ وظیفه یادروچه این سینتزی ریباسوم است. سینتزی ریباسوم اگر این مولکولای کدین باشد اگر مولکولای کدین و در این منطقه اون اگر در این منطقه اون چی حسی شود؟ کایرنی ریباسوموی حسی شود همین منطقه علاقه چی می شود؟ در این منطقه را ما میگویم یادروچه این منطقه نام دارد یادروچه زیرا که در اینجا چی؟ کایرنی ریباسوموی حاصل می شود وقتی کایرنی ریباسوموی حاصل می شود و از سفیده ها از داخل کاریوپلازما و از سیتوپلازما به کاریوپلازما کاریوپلازما به داخل چی؟ یادروچه سفیده ها ورود می شود وقتی سفیده ها ورود می شود در داخل یادروچه کایرنی ریباسوموی با سفیده پیوست شده کایرنی ریباسوموی در داخل یادروچه کایرنی ریباسوموی سفیده و کایرنی ریباسوموی پیوست سفیده ها با کایرنی ریباسوموی پیوست شده چی رو سیل میکنن؟ سوب حصه های ریباسوم رو یعنی میخانیزم حاصل شوی ریباسوم در داخل یادروچه ما دیدیم که همون منطقه کایرنی ریباسوموی حاصل می شود در این منطقه از داخل شیره یادرو سفیده به این منطقه وارد می شود و در این منطقه کایرنی ریباسوم با سفیده پیوست شده سوب حصه های ریباسوم را حاصل می کند و این سوب حصه های ریباسوم از یادرو بیرون می شود با سیتوپلازما و در داخل سیتوپلازما با تاثیر ایون کلسی چی می شود فعال می شود با تاثیر ایون کلسی فعال می شود و در نتیجه کایرنی اخباری رو یافته با اون پیوست شده
biosintez safide rüç meknen, şuru meknen ve der netice der ribosoma sintez safide amali megadar ki hol onu in ro nis dide mi baroy. Onu da mi baroyim ki ro ribosoma ro. Ribosoma. Sağ ol. Joy sintez. Joy sintezi ribosoma. Ribosoma dar kucu silmeşe. Ribosoma dar yadroça. Ribosoma در یادروچه اصیل می شود با تاثیر کدام ایون فعال می شود؟ با تاثیر ایونی کلسی در سیتوپلازم با تاثیر ایونی کلسی چی می شود؟ فعال می شود با تاثیر ایونی کلسی فعال می شود و ریبوسوم از دو سوب واحد عبارت هستند از دو سوب واحد دارند سوب واحد خرد و سوب واحد چی؟ کلان این سوب واحد های ریبوسوم می باشد ترکیب شیمیایی ریبوسوم را اگر ببینید ترکیب شیمیایی ریبوسوم از 50% سفیده و 50% دیگر کارن ریبوسوموی عبارت است این سوب واحد خرد نشوشد سوب واحد کالون سوبوهیدی کالون اصلا ریبوسوم به نهایت ارگانوئید خرد میباشد و در هم در حجره پروکاریوتی هم در حجره ایوکاریوتی این ارگانوئید رو ما دیده میتوانیم و در پروکاریوت ها در پروکاریوت از 70 سوبوهیدی عبارت است یعنی اندازش خردتر است در ایوکاریوت باشد ایوکاریوت از 80 است 80 سوبواحد عبارت است و ریبوسوم چگونه فعالیت را آغاز میکند وقتی که کارن اخباری اخبار را از یادرو گرفته به سیتوپلازم میگذرد در هو سوبواحدهای ریبوسوم با اون چی میشوند پیوست میشن فهمو رو سوبواحد های ریبوسوم با هم پیوست میشن و در نتیجه در اینجا کدون قرار دارد در کارین اخباری چی است کدون و در داخل ریبوسوم چی قرار میگیرد کارین نقلیاتی و در کارین نقلیاتی انتیکدون قرار دارد چی انتیکدون در قسمت پیش کارین نقلیاتی انتیکدون است کدون و انتیکدون با همدیگر اگر موافقت کردند کدون و انتیکدون با همدیگر موافقت کردند جریان سینتز سفیده آغاز می شود سینتزی سفیده یعنی در اینجا چی حاصل شدن می گیرد سفیده یعنی پلی پپتید حاصل شدن می گیرد سینتز سفیده آغاز می یابد و این جریان رو یعنی جریان ترانسلیاسیا میگن ترانسلیاسیا این بیاسینتز سفیده است که در این مورد انتیکدون با کدون موافقت میکند و بیاسینتز سفیده آغاز میشد ما در ماضی بیاسینتز سفیده باز بیاسینتز سفیده این رو باز با پراگی دیده میبریم و میتواند که در یک کارنی اخباری در یک کارین اخباری می تواند که یک چند ریبوسوم ها شوند پیوست شوند من در یک مورد می تواند که یک چند ریبوسوم ها پیوست شوند وقتی که در یک کارین اخباری این چی؟ کارین اخباری این ها چی بودن؟ ریبوسوم در یک کارین اخباری یک چند تا در یک وقت کارین ریبوسوم ها پیوست شوند در یک کارین اخباری یک چند تا ریبوسوم پیوست شود این گونه ریبوسوم را چی میگن؟ پولیسوم این که پولی ریبوسوم و این ریبوسوم های آزاد بودن در داخل سیتوپلازم این چونین ریبوسوم ها میتواند پیوست شود در تور اندوپلازماتیکی چسبیده تور اندوپلازماتیک میشود هموار و چیندور در چیندورش یعنی گرانولیاری یعنی گرانولا های ریبوسوم ها چی دارد؟ قرار دارد خلاصه این بود دایر به
ریباسوما ها ریباسوما جای سینتز از یادروچا پتاسیم کلسی فعال میشود وظیفه سینتز چی سفیده در ریباسوما جریان ترانسلیتسیا به عمل میاد ترکیب شیمیاش از دو ماده عبارت است سفیده 50% کرین ریباسومای 50% از دو سوبواحد عبارت است کلون و خورد در پروکاریوت 70 است در ایوکاریوت 80 است و در شکل آزاد و پیوست مو میخرد آزاد در داخل سیتوپلازم پیوست باشد در داخل در چی در تور اندوپلازماتیکی و دیگر ارگانویدی که ما باید گذاریم چی است مرکزی هجیره برای چی مرکزی هجیره میگه خودش از نامش معلوم است که این ارگانوید اصلا در قسمت مرکزی هجیره جایگیر است در بیشتر حالات از سبب آن این مرکز هجیره قسمت مبینی هجیره رو یعنی مرکز هجیره رو معین کردن ممکن است مرکز هجیره نام دارد سنتروسوما مرکز هجیره و سنتروسوما که در نوبت خود از دو سنتریولا عبارت است سنتریولا از دو تا سنتریولا و سنتریولا ها چگونه جایگیر شدن و چگونه شکل دارن وقتی که ما یک سنتریولا رو سنتریولا اصلا با دو تحت کنج 90 گرادوس تحت کنج 90 گرادوس در خدی مرکز هجیره دو تا سنتریولا تحت کنج 90 گرادوس در همیش در نمی شکل قرار دارن تحت کنج 90 گرادوس یکی ورتیکالی دیگری گوریزونتالی جایگیر میشن و تحت کنج 90 درجه رو حاصل میکنن خلاصه در یک مرکز هجیره میتواند که چی دو تا سنترولا قرار داشته باشد و ترکیب اگر سنترولا ما در برش کندلنگ اگر این رو بوریم اگر و از قسمت بالا نظر کنیم از یک طرف اون نظر کنیم و ترکیب اون رو ما دیدن میبرایم و در حالت دیدن چونی ساختار رو معین کردن ممکنه نه سنترولا از میکرونایچه ها ترکیب افتاد است از چی؟ از میکرونایچه ها و در سنتریولا میتواند چند در اطراف سنتریولا 9 جفت میکرونایچه ها باشد یک دو بانچه ها در اصل بان یک دو چهار پنج شش هفت هشت نو یعنی این چی است؟ این سنتریولا است سنتریولا و این ساختاری که ما میبینیم در داخلش این چی؟ بانچه ها و در داخل این بانچه ها چی جایی کشته است؟ میکرونایچه ها و در داخل هر یک بانچه ستوگی میکرونایچه جایی کشته است ستوگی میکرونایچه ستوگی میکرونایچه اگر ببینید چند تا بانچه است؟ نو بانچه دارد و در هر یک بانچه در یک بانچه سه تا میکرونایچه است میکرونایچه در بسیار مورد سوال میشه که در یک سنتریولا چند تا میکرونایچه جایگیر شده است نو ضرب سه برابر چند 27 تا میکرونایچه این بود سوال در یک سنتریولا چند تا میکرونایچه 27 تا وقتی سوال شد که در مرکز هجیره چند تا میکرونایچه وجود دارد این جایگیر است در مرکز هجیره شد مرکز هجیره از دو تا سنترولا عبارت است یعنی 27 ضرب در یک سنترولا اگر 27 باشد ما داریم دو تا سنترولا میشه چند 54 میکرونایچه 54 میکرونایچه و این میکرونایچه هایی که ما میبینیم همش از تورهای سفیدوی عبارت است از همه این از تورهای سفیدوی عبارت است و مرکز هجیره کدام وظیفه رو اجرا میکنه مرکز هجیره یکم وظیفش در رفت تقسیم شوی از حساب این مرکز هجیره تورهای تقسیم حاصل میشه حاصل کردن تورهای تقسیم حاصل میکنه تورهای تقسیم رو حاصل میکنه دویم قمچینک و میجگونک پدمایک هایی که ما گفتیم قمچینک میجگونک این میکرونایچ در حاصل کردن قمچینک میجگونک اشتراک میکنه که میکرونایچ هایی که در ترکیب قمچینک میجگونک قرار دارن از مرکز هجیره گرفته میشن حاصل کنی قمچینک و میجگونک دیگر وظیفه
حاصل کنی سیتوسکلت در حاصل کنی سیتوسکلت اشتراک میکنه یعنی خیلی سیتوسکلت ماز ترکیب سیتوسکلت از چی ساخته شده است از این میکرونچه های مرکزی حجره و ارگانوید دیگری که ما باید بذاریم این چی است سیتوسکلت خداش میگه که سیتو چی حجره سیتو حجره سکلت این چیه؟ تکیگوش هست؟ تکیگو یعنی تکیگو این سکلتی حجره هست ارگانویده که سکلت حجره رو تشکیل میکنن و ببینید اگر انا همین حجره باشد اگر انا همین حجره باشد حجره باشد و در مرکز در حجره چی جایی که هست؟ مرکزی حجره مرکزی حجره و از همین مرکزی حجره از مرکزی حجره چی میرود؟ تارها با تمام قسمت های حجره می رود و این تارها چی رو سیل میکنن؟ سیتوسکلت رو سیل میکنن فهم ها چی رو سیل میکنن؟ سیتوسکلت رو سیل میکنن و در ترکیب سیتوسکلت سه گروهی چی رو معین کردن ممکنه؟ سه گروهی نخوای یا اینکه سه گروهی فیلامنت رو هم در ترکیب سیتوسکلت ما می توانیم سه گروهی فیلامنت رو معین کنیم یکمش نام دارد میکرونچه ها میکرونایچه دویومشون فیلامنت های موبینی فیلامنت های موبینی سیومشون باشن میکرو فیلامنت و همه اینها از چی ساخته شدن؟ از سفیده ساخته شدن ترکیبان از چی؟ از سفیده ساخته شدن در ترکیب میکرونایچه ها کدام سفیده دم شد؟ سفیده توبولین در ترکیب فیلامنت های موبینی باشد سفیده کراتین در ترکیب میکروفیلامنت ها باشد سفیده اکتین و میکروفیلامنت ها فیلامنت های موبینی میکرونایچه ها این ساختاری که گفتیم اگر این حجره باشد با تمام قسمت های حجره از یک ساختار به ساختار دیگر از یک قسمت به قسمت دیگر رفته یکم به حجره شکل میدهند شکل حجره رو در یک شکل معین نگاه میدارن حجره رو در یک شکل معین نگاه میدارن و موضوعی که اگر ممبران حجره مو گذاشتیم ساختاری زیری ممبرانوی اصلا از حساب میکروفیلامنت هست میشه این سفیده اکتین دارد و میتواند که شکل حجره رو تغییر دهد یعنی که حرکت حجره رو تامین کند و وظیفه دیگر این میکرونایچه ها وظیفه دیگر میکرونایچه ها یعنی که سیتوسکلت در اون است که توسط یعنی سیتوسکلت ارگانوید ها و ساختار های حجره از یک قسم حجره به قسم دیگر حجره حرکت کرده میرود مثال چی گناه این رو فهمیدن ممکن ببینید که اگر یکون ارگانوید باشد این سفیده فرض کردیم که این سفیده توبولین این سفیده توبولین از یک قسمت حجره به قسمت دیگر حجره رفته است و در اینجا چی است یکون ارگانوید مثلا لیزوسوم و ببینید که در سطح بالای این سفیده توبولین بود توبولین اینش لیزوسوم این توبولین در سطح توبولین سفیده مخصوص جایگیر شده است که نام دارد کینزین انا همین کینزین این خیلی دو پوچه دارد پوچه و انا همین سفیده کینزین این سفیده نام دارد کینزین سفیده کینزین انا همین ارگانوی رو در یک طرفش ارگانوی رو داشته در طرف دیگر پوچک ها دارد که این پوچک ها خطی حرکت کرده چی رو؟ این همین ارگانوید رو از یک قسمت به قسمت دیگر حجره برده میرستاند و حجره شکل میدهند شکل حجره رو معین میکنند حرکتی ماده رو در داخل حجره معین میکنند و میتواند که در بعضی مرتبه حساب میکروفیلمت که در قسمت ساختار زیر ممبرانوی جا گیرد شکل حجره تغییر رو بود مثلا در
امیوبا در امیوبا شکل خود رو عوض میکند که امیوبا در تیزیس شکل خود رو عوض میکنه و از ایسی به نمی میکروفیل هم اینطور اکتین ساختار زیری میمبران های میبوشد خلاصه سیتوسکلت در حجره های پروکاریوتی یعنی بیاد رو دیدن نمیشود در باکتری رو دیدن نمیشود و این بار اول در ایوکاریوت ها سیرش است این یکی از ارامرفوس های کلون یکی از پیشروی های کلون در ساختار حجره ایوکاریوت ها میبوشند این بود دویر با ارگانویت های بی ممبرانا ریباسوما مرکزی حجره سیتوسکلت این ارگانویت های چی میبوشن بی ممبرانا حالا ما قسمت دیگر موضوع ما ارگانویت های ممبرانا دارن حالا ما اینجا میباریم چی رو ارگانویت های ممبرانا دارن ارگانویت های ممبرانا دار شروع میکنیم از آموزش چی تورندوپلازمتیکی این ساختاری که ما میبینیم این یادرو است یادرو اصلا تورندوپلازمتیکی در بسیار موارد در کجا جای گشته است در اطرافی یادرو هم ممبرانای بیرونی یادرو رو میگن حاصل میکنند ممبرانای بیرونی یادرو رو خلاصه این ساختاری که ما میبینیم این ساختار تورندوپلازمتیکی که چنین ساختار دارن خلاصه این تورندوپلازمتیکی است تورندوپلازمتیکی در این طرف میره خلاصه این دوناچه هایی که ما میبینیم این دوناچه های ریباسوما میبوشن و تورندوپلازماتیکی ساخته شده است از چی؟ از خلطه ها و کانال ها از چی؟ تورندوپلازماتیکی ساخته شده از چی؟ از کانال ها و خلطه ها ساخته شد از چی؟ از کانال ها و از خلطه ها کووکی ها یعنی تورندوپلازماتیک از کانال کووکی های ساخته شده است از کانال کووکی ها ترکیب یافته است و در دو شکل ها میخورد تورندوپلازماتیکی اینش میگه هموار هموار توری اندوپلازماتیکی هموار و دیگرش باشد توری اندوپلازماتیکی چیندار و این چین هایی که ما ببینیم دوناچه های این دوناچه ها چی میبوشن؟ این ریباسوما میبوشن و وظیفه توری اندوپلازماتیکی کدوم وظیفه را اجرا میکنن؟ تورندوپلازماتیکی هم چیندار سنتزی سفیده
سنتز سفیده اهم وراش باشد سنتزی چرب و کربوهیدرات او در اینجا چی میگیم؟ یکم سنتزی ماده های ارگانیکی یعنی سفیده چرب کربوهیدرات سفیده چرب کربوهیدرات همه این ماده ارگانیکی در جست میشه در طور اندوپلازماتیکی اصول میشه در چندورش اصلا از سبب که ریباسوم ها جایگیر از سنتزی سفیده با عمل میاد در همورش باشد چرب و کربوهیدرات طور اندوپلازماتیکی چندور رو بایی برای دیگر میگن طور اندوپلازماتیکی گرانولیاری یعنی گران ها دونه چه ها همورش هم میگن اگرانولیاری یعنی گرانولا چی ندارد دویم وظیفه طور اندوپلازماتیکی یکم سنتزی سفیده چرب و کربوهیدرات وظیفه دیگرش این علاقمند کردن توسط کانال ها با تمام قسمت های حجره بردن ماده های در داخلش حاصل شده سفیده و چرب و کربوهیدرات که وجود دارد به همه قسمت های حجره بردن میرسن اصلا به اپارات گلجی یعنی انتقال ماده ها به همه قسمت های حجره سیوم وظیفه طور اندوپلازماتیکی بزرار کنی همه تکسین از زهرهایی که در داخل حجره وارد میشد توسط طور اندوپلازماتیکی بزرار کرده میشد چهارم وظیفه جای سنتزی پروکسیسوما و همراه اپارات گلجی در یک جای اپارات گلجی و طور اندوپلازماتیکی در یک جایی چی رو میکنن؟ لیزاسوم رو سو میکنن و کولا سنتزی و کولا چون که لیزاسوم رو تون اپارات گلجی خودش رو سو میکنن سنتزی و کولا رو طور اندوپلازماتیکی یک جایی با اپارات گلجی حاصل میکنن و وظیفه ششم این ذخیره گاهی ایونی کلسی اصلا کلسی در حجره در داخل طور اندوپلازماتیکی ذخیره میشن هفتم وظیفه این چی میباشد وظیفه اینه که بعد از در دوره اینترفاز تقسیم شده حجره به عمل میاد اساسی طور اندوپلازماتیکی دیواره یادرو حاصل میشن سنتزی یعنی حاصل کنی دیواره یادرو ببینید طور اندوپلازماتیکی ارگانوید یک ممبراندار هستند طور اندوپلازماتیکی ارگانوید یک ممبراندار است در گرد یادرو در اطراف یادرو اصلا و میخرش وقتی در حجره ببینید اگر اون رسم بیاد اگر حتمی طور اندوپلازماتیکی را میخواید معاین کنید یادرو در اطراف یادرو طور اندوپلازماتیکی جایگیر است در دو شکل اون میخواد چیندور و هموار چیندور را میگن گرانولاری هموارش را میگن اگرانولاری در هموارش سنتز چرب و کربوهیدرات به عمل میاد در چیندورش باشد سنتزی سفیده ها به عمل میاد سنتزی سفیده ها اینچنین طور اندوپلازماتیکی باز کدام وظیفه را اجرا میکنه در اینجا ذخیره سفیده چرب و کربوهیدرات حاصل شد ذخیره کلسیان دپوی کلسی در اینجا میباشد به ضرر کنی تکسین های داخل حجره زهر رو به ضرر میکنند سنتزی ارگانوید پروکسیسوما در اینجا سنتز میشود و همراه اپارات گلجی در یکجایگی و کولا رو حاصل میکنند اینچنین در وقت تقسیم شده بعد از دوره در وقت تقسیم شده بعد از تلفاز باید چی حاصل شود؟ جلد یادرو حاصل شد که محض جلد یادرو حساب چی حاصل میشد؟ حساب طور اندوپلازماتیکی حاصل میشد و ارگانوید دیگر این چی است؟ اپارات گلجی نیز ارگانوید چی؟ یک ممبرانادور میباشد اپارات گلجی ارگانوید یک ممبرانادور میباشد
این ساختاری که ما میبینیم، این ساختار چی است؟ اپارات گولجی هستن. ما چطور میبینیم؟ چهارو این اپارات گولجی از چی بارد است؟ از سیسترن ها، از سیسترن ها و حبوبچه ها، از سیسترن ها و حبوبچه ها عبارت است. از سیسترن ها و حبوبچه ها اصلا ارگانوید یک ممبرانادور است. ارگانوید یک ممبرانادور کدوم وظیفه را اجرا میکنند؟ وظیفه یکمین وظیفهش این ذخیره‌گاه. همه این ماده هایی که سفیده، چرب و کربوهیدراتی که در تور اندوپلازماتیک حاصل میشود، ماست در به کجا میرود؟ با تور اندوپلا با اپارات گولجی رفته در اینجا ذخیره میشود. یکم ذخیره‌گاه، ذخیره‌گاهی حجره، یکم ذخیره‌گاه و نه تنها ذخیره میکنند، اینچنین تبدیل دهی، تبدیل دهی ماده ها. مثلا سفیده های ساده، چرب و کربوهیدرات ساده وقتی که با داخل این همین اپارات گولجی وارد میشن، در اینجا میتواند که سفیده رو با کربوهیدرات پیوست شدن، گلیکاپراتئید، چرب رو با سفیده پیوست کنند، لیپاپراتئید، یعنی تبدیل دهی های که پروتئولیز بعضی قسمت های نادرکاری اون رو نیست کنند. خلاصه تبدیل دهی ها وظیفه تبدیل دادن این ماده ها رو نیز اجرا میکنند. بعد به نوع ها جدا کردن و به قسمت های علاهیده حجره برده رسونیدن. به نوع ها جدا کنی، به نوع ها جدا کنی و به قسمت های معین حجره برده، در کدام قسمت حجره که ضرور باشه رگ ماده به آنجا برده میرسونن. چهارم برقرار کنی دیواره حجره. همین دیواره حجره وقتی ممبران بیولوژی اگر آسیب بیند، ما سفیده چرب و کربوهیدرات برای ممبران حجره ضرور است. از همینجا چی چرب و سفیده رو به ممبران حجره برده میرسونن، یعنی تجدیدی، تجدیدی دیواره حجره هنگام آسیب دیدن. اگر آسیب دید برقرار میکنم. اپارات گولجی با تور اندوپلازماتیکی در یک جایگی چی رو سن میکنن؟ سینتزی و کولا، سینتزی و کولا. این چونین اپارات گولجی اصلا خودش چی رو سن میکنن؟ لیزوسوم رو سن میکنن، لیزوسوم های یکومین، لیزوسوم های یکومین. هم لیزوسوم های یکومین ماز در کجا سن میشن؟ در اپارات گولجی حاصل میشد. خلاصه اپارات گولجی با نام اولیم کومینو گولجی که کشف کرده است معروف است. اپارات گولجی ارگانوید یک ممبرانادور میباشد، از سیسترن ها و حبوبچه ها عبارت است، از سیسترن ها و حبوبچه ها عبارت است. کدام وسایل جمع ذخیره‌گاه حجره است. تبدیل دادن ماده ها رو هم مودیفیکیشن میگن، این رو به عمل میارن. بناها جدا کنی، بناها جدا کردن، راه دادن به قسمت های معین حجره، سینتزی و کولا همراه اپارات تور اندوپلازماتیکی و خودش اصلا سینتزی یک لیزوسوم رو به عمل میارن. لیزوسوم در اپارات گولجی هست میشد. پیروکسیسوم در کجا؟ در تور اندوپلازماتیک پیروکسوم هست میکنن، اپارات گولجی لیزوسوم هست میکنن. هر دوشون در یک جایگی چی هست میکنن؟ باز وکولا ها رو حسین میکنن، وکولا رو. بعد ممبران حجره را برقرار میکنن هنگام اصیبدن اپارات گولجی، اما ممبران یدرو را حسین میکنن، تور اندوپلازماتیکی، نه تور اندوپلازماتیکی. و بعد دیگر ارگانوید ما، دیگر ارگانوید ما این وقتی کلام شد تشکر میابد، در داخلش چی جایگیر شده است؟ فرمنت ها. در داخلش فرمنت ها جایگیر شده است. این چی باشد؟ دیگر ارگانوید این لیزوسوم، لیزوسوم ها، لیزوسوم می باشد. و در داخلش چی جایگیر شده است؟ ارگانوید یک ممبرانادور می باشد. در داخلش فرمنت ها، فرمنت های گیدرولیتیکی گفتگی، یعنی فرمنت هایی که در محیط آبی فعالیت میکنند، در داخل لیزوسوم چی جایگیر شده است. گفتیم لیزوسوم یکمین وجود دارد، لیزوسوم دومین. وقتی که اپارات از اپارات گولجی انم و لیزوسوم حبوبچه خارج می شود، هم بیرون می شود، در داخلش فرمنت جایگیر است. این علاقه لیزوسوم چندمین است؟ یکمین. لیزوسوم یکمین. و لیزوسوم دومین چی است؟ وقتی که این حجره باشد، اگر حجره و
به داخل حجره اگر به داخل حجره به داخل حجره یگان ماده داخل شود نه یعنی روند فاگوستوز به عمل بیاد و در نتیجه این قسمت چی به طرف داخل فرو می رود به طرف داخل فرو می رود و این ماده غذایی فاگوسوم میگه فاگوسوم داخل وارد شده در نتیجه ببینید فاگوسوم با داخل حجره وارد میشد با داخل حجره وارد میشد و ان همین لیزوسوم یکمی بود که فرمنتو در داخلش با سمت چی می رود با سمت ان همین فاگوسوم اینم داشت فاگوسوم فاگوسوم با نزدیک رفته فرمنتو خود رو با داخل همین میریزد و در نتیجه وقتی که فرمنتو خود رو با داخل فاگوسوم وارد کرد چی میشود هضمی ان همین جسمی وارد شده ان همین ماده غذایی باشد چی باشد اگر همین هضم میشود و در ان همین مورد ان همین میشود لیزوسومای دومی یعنی لیزوسوم یکم میگن نافعال اصلا فرمنت ها در داخلش قرار دارد یکم وسیله جوران تن و فرمنت رو نگاه میدارد و لیزوسوم دومی باشد علاقه فرمنت های لیزوسوم یکم به داخل فاگوسوم وارد میشود ان هم جسمی وارد شده دل خود جسم وقتی که و حجره وارد شود از سبب ممبران حجره یک وکولا حبوبچاس میکنه گرد اون رو احاطه میکنه وقتی که وارد شد در اول فاگوانا لیزوسوم نزدیک اون رفته اونها رو میوبند و فرمنت خود رو به داخل اون میریزند و در نتیجه چی میشود هضم داخلی حجروی به عمل میاد در داخل حجره هضم میکنه و لیزوسوم کدام وظیفه رو اجرا میکنه وظیفه یکم وظیفه لیزوسوم این چی است؟ هضم داخلی حجروی یعنی داخل حجره همه چیزی که در حجره نلازم است با توسط لیزوسوم چی هضم کرده می شود این چونین افتولیز حجره پیر شد اگر وسیل اجرا کرده نتانست توسط فرمنت لیزوسوم نیست کرده می شود هضم کرده می شود و در دوره های انکشاف جنینی هر قسمت های ارگانیسم که بافته و عضو هایی که نالازیم هست توسط لیزوسوم نیست کرده می شود مثلا دومی کفلزک که در کفلزک این کرمینه قربخه می باشد توسط انمین لیزوسوم هضم می کند هضم می شود دوم نیست می شود مثلا یعنی که بین در دوره جنینی در بعضی ارگانیسم ها در بین انگوشت ها پرده وجود داره این پرده نیست توسط لیزوسوم هضم کرده میشد و ارگانوید های مرده رفته و وظیفه خود رو اجرا کردن نمیتوانست اگه پیر شده ما توسط لیزوسوم چی هضم کرده میشد خلاصه همچون معده حجره که در برای هضم کردن همه چی میکند خدمت میکند و دیگر ارگانوید ما گفتیم چی است پروکسیسوم همجا گپ زدیم پروکسیسوم در داخلش کدام فرمنت وجود دارد؟ یکم فرمنتی که در داخل پروکسیسوم وجود دارد این کاتالاز و پروکسیداز وظیفه کاتالاز و پروکسیداز چه؟ وظیفه کاتالاز آن همین پروکسید هیدروژن رو H2O2 که ماده های زهرناک است پروکسوم ها وظیفه رنگ بمونندی ترند و پلازماتیکی وظیفه بزرار کنی رو نیز اجرا میکنن آن همین H2O2 این پروکسید هیدروژن این به نهایت ماده زهرناک است در حجره وقتی حاصل میشود این رو نیست کردن در کن ما از توسی فرمنتی کاتالاز بزرار کردن شد H2O2 تجزیه میشود با آب و اکسیژن با آب و اکسیژن چی میشود تجزیه میشود ما از توسی فرمنت چی فرمنتی کاتالاز این چونین مدرم پروکسیداز و پروکسیسوما گلیوکسیسوما این چونین اولیوسوما ببینید اولیوسوما و کدام وسیله اجرا میکنه اولیوسوما وظیفه ذخیره چرب اگلیوکسوما باشد در داخلش فرمنت های دارد که چرب ها رو تجزیه میکنند برعکس چی میکنند تجزیه چرب ها رو تجزیه میکنند و از حساب چرب ها چی میشود ماده های
موباینی و باز فرمنتی دارد که از طبعا همین ماده های موباینی چی حاصل میشد؟ کربوهیدرات حاصل میشد. کربوهیدرات یعنی در جریانی گلوکونئوگنز چی میکنن؟ اشتراک میکنن. گلوکونئوگنز یعنی گلوکوز های نو حاصل شدن در اشتراک میکنن حسابی ماده های موباینی چرب. یکم نگاه ببینید گلیوکسیستوما، گلیوکسیستوما یکم فرمنتاش چربو رو تجزیه میکنن دیگه چرب به کربوهیدرات تبدیل میاد. ما از حساب نمیم گلیوکسیستوما. گلیوکسیستوما چیکار میکنن؟ چربو رو تجزیه میکنن تو ماده های موباینی. یا قطار فرمنتاش چیکار میکنن؟ چرب تو ماده های موباینی تجزیه میکنن. گروه دیگر فرمنتاش باشه ان همین چرب ماده های موباینی از چربو استفاده را دوباره با چی با گلوکوز از ماده خود با ماده کلونی با گلوکوز تبدیل میدید. اولیوسام باشد و سه ذخیره‌گاه پیروکسیماش هم مقاب زدیم و یکانه ارگانویده که ما در برای اون صحبت نکردیم. این چی است؟ این وکولا است. وکولا وکولا میباشد وکولا اگر این حجره باشد اگر حجره پیر باشد این یدرو است یدرو و قسمتی زیادی حجره را چی تشکیل میکند؟ وکولا. این وکولا است. وکولا در رستنی وکولا یعنی اصلا جای ذخیره شیره حجره است. شیره حجره در کجا ذخیره میشد؟ در وکولا ذخیره میشد. شیره حجره در وکولا ذخیره میشد و در ساده ترین ها ما گپ زدیم که وکولا کشف کننده در حیوان وجود دارد. این وظیفهش تنظیم فشار اسموتیکی و اینم در تنظیم فشار اسموتیکی حجره اشتراک میکنه. اینچنین خارج کردن آب زیادتی را به راه میماند و وکولا هاضمه میگن. وکولا هاضمه این ارگانوید نیست. این فاگوسومای که ما نشان داده وقتی که به حجره یگان جسم وارد میشد حساب دیواره حجره دل خوجیس وقتی که وارد شد اگر همین وارد شد حساب ممبران حجره جلد اصلی میشد. اینو میگه فاگوسوما. ان همین وکولای هضمی خوراک میباشد. وقتی که لیزاسوما رفته فرمنتای خود رو به داخل وارد میکنه و این هضم میشود. این برای همچی وکاله هضمی خوراک میگن. وکاله هضمی خوراک همچون ارگانوید قبول کرده نشده است. خلاصه این بود دویر با ارگانوید های یک ممبران ها. دویر با چی؟ تور اندوپلازماتیکی، اپارات گلجی، لیزاسوما، وکاله، پیروکسوما، گلیوکسوما، اولیوسوما. تشکر با دقتتون. اومدم برای ارگانوید های دو ممبران ها دوره یعنی میتاخوندره و چی؟ پلاسیده. میتاخوندره و پلاسیده. ساختار میتاخوندره ببینید. ساختار چی؟ میتاخوندره آلای میتاخوندره ارگانوید دو میبرانه دورسته. این میبرانه بیرونی یادرو این ساخت یدرو، ممبران بیرونه یدرو و این ممبران داخلی اش باشد. ممبران داخلی قیره هایی که ما بیریم شانه یا قیره این ممبران داخلی است. ممبران داخلی و ممبران داخلی و اصلا همین ممبران های داخلی قیره هایی که برآمد هایی که میبینیم یا چی نام دارد؟ کریستا. فهمو این چیه؟ کریستا.
ارگانهای دو ممبرانه دو ممبرانه بیرونی ممبرانه داخلی کریست شانه های که جای برومد رو چی میگه کریست فهمو شانه ها و در داخلش چی دارد باز مویه که در داخل یدرو جای گشت است مویه شیره یدرو رو چی میگن ماتریکس ماتریکس شیره یدرو رو چی میگفتن ماتریکس یدرو میتاخوندرا شیره میتاخوندرا رو ماتریکس شیره یدرو رو چی میگن کاریوپلازما فهمو شیره یدرو نوم دارد کاریوپلازما از شیره میتاخوندرا نوم دارد چی ماتریکس این شیره میتاخوندرا نوم دارد چی ماتریکس و در داخلش چی دارد باز در داخلش بدونید چی کدن KDN کیسلوته دیزوکسیری بون نوکلینات در داخل یدرو بودن KDN در داخل یدرو و KDN اش چگونه شکل داره چخیله شکلش دوره حلقه شکل چخیل شکل داره حلقه شکل یعنی KDN حلقه شکل داره اینچونین باز دیگر ساختار این ساختارهای خورده که میبینید این چی هست؟ ریباسوم محکم بریم ریباسوم ها ریباسوم این چی؟ ارگانوید ها ارگانوید ریباسوم ها و در داخلش باز فرمین دارن این فرمنت هست فرمنتی ATF sintetaza ATF sintetaza ATF sintetaza İnçini dar dokunaş boz için ora Granhoa Granho Granin granula Gim granula ho Çi Granula این گرانولا ها چه گرانولا ها این بود ساختی میتاخوندریا و میتاخوندریا کدام وظیفه رو اجرا میکنه وظیفه میتاخوندریا اصلا وظیفه سینتزی ATF رو اجرا میکنه چی؟ سینتزی نه کن ببینید سینتزی ATF ATF این ادینازین تریفوسفات میگن ادینازین تریفوسفات این دارد مولکولای چی دارد در ترکیبش انمی اش هست چی ادنین ادنین فهمو ادنین اساس نیتروگنیه فهمو چیه اساس نیتروگن ادنین تیوش این چی میشود تری تری سه ها توجیکی خطی اسه فهمو گرد نمیره چی را میفهموند سه فسفات باشد این چی؟ باقی مونده یک ساته فسفات دارد فهمو باقی مونده یک ساته فسفات دارد اصلا پیوچور هم پیوچور باقی مونده یک ساته فسفات یعنی این ملیه کلایه می باشد که ادنین سه تا باقی مونده یک ساته فسفات فهمو ادنین سه تا باقی مونده یک ساته فسفات این چونی در ترکیبش باز دارد خندی پنج اتمه چی؟ ری بازه فهمو یعنی ترکیب ATF در چی بوده؟ یکم مودش ترکیب ATF در چیه؟ ادنین ادنین دویم مودش چی بوده؟ ریبوزا ادنین چیه؟ آنی اساسی نیتروگنی ریبوزا چیه؟ قندی پنج اتمه فهمو؟ چی بوده؟ قندی پنج اتمه ریبوزا قنده از سیوم چی داشته؟ سه تا باقی مونده یک سلطه فسفات سه تا چی؟ باقی مونده یک سلطه فسفات سوال میشه مگه در ترکیبی ATF کدام قنده؟ قندی ریبوزه کدام اساس نیتروگنیه؟ ادنی چند تا باقی مونده یک سلطه فسفات داره؟ سه تا اگر سه تا باقی مونده یک سلطه فسفات باشد میگه ادنیزین تری فسفات اگر دو تا باشد؟ ادنیزین دی فسفات اگر یه تا باشد؟
adenozin monofosfat. Agar ya tabaqi muda ki sotay fosfat bosha bosha adenozin monofosfat, dita bosha adenozin difosfat, seta bosha adenozin trifosfat. Fahmo? An hamin ro enerji universali megan. Manoy universali ra medune chiye? Umumi. Yani tamami mavjudati zinda, tamami mavjudati zinda enerji chiye? ATF fahmo? Tamami mavjud zinda ra enerji chi bude? ATF. مثلا در بیرون اگر ببینید ماشین ها بعضیش با بنزین بعضیش با سلیارکه بعضیش با گاز بعضیش با کراسین هم بعضیش با دیگر سوزشواری ها یعنی گوناگون است انرژیشون گوناگون است اما تمام موجود زنده را انرژی شده اتف از آدم از حیوان از زنبروغ از باکتریا چیزی که زنده است همش انرژیشون چه اتف الان اتف گفتگی ما در کجا حاصل می شود در میتاخوندره فهمو منبع انرژتیکی و جریان انرژی که اصلا در حجره ما در کار است از کجا میگیرد انرژی را از میتاخوندره فهمو دستگاه نیروفر منو نیروفر میدونه نه دستگاهی که در این دستگاه چی حاصل میشه انرژی حاصل میشه فهمو اینستانسه برق حاصل کنیه گس فهمو در حجره همین جای سینتز انرژیش الان میتاخوندره در کدام جاهایی که اگر مدیله ما در فعالیت کار زیاد باشد در حجره های ان همین منطقه چی زیاد است میتاخوندره زیادتر است مثلا در حجره های جگر در حجره های موشک که کار زیاد میکنن که به انرژی اتف زیادتر احتیاج دارن از این رو در آنها حجره آنها در میتاخوندره چی میشه زیادتر میشه فهمو دیگر ارگان هایی که ما گفتیم این چیه پلاستید هم میباشدن پلاستید هم این پلاستید هست پلاستید هم ارگانوید چند ممبرانادار ارگانوید دو ممبرانادار هست پلاستید ارگانوید دو ممبرانادار هست و اگر ساختیم پلاستید را ببینید از شکل بیرونی و اینجا در ما بریدن این ساختار داخلیش هم از طرف داخلش هم ببینید همه یک چی را میبینید دقیقتی همه لوحچه های تنگ شکل را میبینید دیدی سه میرن با تنگ هم اونان دیدو را بعد اینه برش نگو میکنیم این طرف شکل فهمو هنگو می برش نظر کردن این لوحچه های که ما دیدیم از دید نگو کردیم انمی لوحچه را نامشه چی میگن؟ تیلاکوئید تیلاکوئید این چی نام داشته؟ تیلاکوئید و انمی کوکی تیلاکوئید های گو؟ کوکی تیلاکوئید ها کوکی تیلاکوئید ها لیومن میگن چی میگن؟ لیومن لیومن این کوکی چی ها؟ کوکی تیلاکوئید و همین تیلاکوید ها یک جایه شده تیلاکوید ها یک جایه شده چی راسیل میکنن؟ تیلاکوید ها یک جایه شده گران راسیل میکنن چی را؟ گران ها؟ گران های پلاسید های گران های خلراپلاست مثلا فهمو؟ این چیه؟ گران گران ایسابی چی راسیل میشه؟ ایسابی جمشوی تیلاکوید ها یک چند تیلاکوید جمشوی چی راسیل میکنن؟ گران راسیل میکنن و ما در این منطقه شما چی رو میبینید؟ خیلی در داخل این گران هست این تیلاکوی در جوش ها چی رو سن کردن؟ این هم گران و گران ها بین یک دیگر پیوست میشوند اینجا پیوست شوی گران ها پیوست میشوند بین یک دیگر توسط یک ساختار نام دارد لامیلا فهمو این چی هست؟ لامیلا فهمو لامیلا یک گران رو با گران دیگر چی میکنه پیوست میکنه این چی بود این ساختار رو گفتیم چه همش گرانا این گران با گران دیگر پیوست میشه درست چی لامیلا فهمو و شیره داخلی پلاستی در یا بر دیگر نگاه کنید شیره ترکیب یادرو چی نام داشتن یادرو کاریون پلازما
از میتوکندریا ماتریکس از پلاستیدا باشن یا کرچینم دوران ستروما فهمو ستروما همین درباره گران دقت گران و ستروما را دقت برای چی ما در همین پلاستید اصلا روند فتوسینتز میگذرد روند فتوسینتز میگه در همین پلاستید میگذرد و ببینید در ستروما فازای تاریکی فتوسینتز دو فاز دارد فازای روشنایی فازای تاریکی فازای تاریکیش در کجا میگذرد در فازای تاریکی فازای تاریکی فتوسینتز در کجا میگذرد در ستروما فازای روشنایی باشد فازای روشنایی فازای روشنایی در کجا میگذرد در گرام میگذرد این چونین در داخل میتوکندری در داخل پلاستید شما چی رو میبینید؟ این چی بود؟ خیلی پایی سیگنال داده سه میگه که ما دفته ها گذارنده گذاشته سه نگو کردیم اکرم این چیه؟ اینم چی بود؟ کدین حلقشک این هم همی چی های؟ کدینی حلقه شکل دیده سی؟ کدینی حلقه شکل دیون همیه چی بود؟ باز بی 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 هنه ریباسوم ها دیگه سید خکر نویش ما دادر کره چی بودیو؟ نه ریباسوم ها یعنی چیه؟ ریباسوما فهمو؟ ریباسوما بعد در داخلی در داخلی این دوناچه های چر دوناچه های چر و از اون با کلونترک جای گیر شده گیش ایوه دوناچه های چر در کلونترک خیلی کنیم شده کنیم این دوناچه هاش هم میگن دوناچه های کرخمل دونچه های کرخمال فهمو؟ دونچه های کرخمال این بود ساختی چی؟ ساختی پلاستیده پلاستیده سه خیل میشود میدونی یا نمیدونی؟ سه نمود پلاستیده را از هم دیگر فرق میکنیم این پلاستیده باشد سه نمود پلاستیده را از هم دیگر فرق میکنیم ببینید ما داریم یکم خلوروپلاست خلوروپلاست معنی خلورو چی میشود؟ سبز او پلاست یعنی پلاستیده پلاستیده اوی سبز و دوران لیکو پلاست معنی لیکو چی بود؟ بیرنگ بیرنگ یا سفید شده پلاست این پلاستیده و خرومو پلاست معنی خرومو چی میشود؟ رنگ یعنی پلاستیده های چی؟ پلاستیده های رنگ ببینید وظیفه خلوروپلاست اصلا این چیه؟ فتوسینتز فهمو در خلوروپلاست چیه دیسه با عمل میاد؟ فتوسینتز و در موضوع فتوسینتز ما دویر و خلوروپلاست با صحبت نکنیم ما موضوع داریم الان لیکوپلاست لیکوپلاست وظیفش اصلا جوی ذخیره چرب و کربوهیدرات ها این ذخیره گاه فهمو اصلا کرخمال ذخیره میشه در اینجا چی ذخیره کرخمال ذخیره کرخمال وظیفه خروموپلاست ببینید گل دیدگی باشه گلبرگ دارد رنگه دیدگی گلبرگ میوه ها رنگه انمی با برگ و میوه چی میدیه؟ با گل و میوه رنگ میدیه ده؟ رنگ میشه؟ تامینی رنگ یعنی ببینید همین رنگ در گل در گلبرگ ها رنگ چی اهمیت دارد؟ اینم گل در رنگ و رنگ های که سرخ های زرد های هر خیل رنگ ها دارد برای چی نکرد در گلان همین رنگ و رنگی؟ برای حشرات را بخواد جلب کرد؟ برای جلب کردن حشرات گردولود کننده اگر همی رنگ و رنگی نباشد حشرات گردولود کننده نیاید گردولود نکند که
بردوشه به عمل نمیوید بردوشه به عمل آمد تخم نمیتید میوه نمیتید تخم میوه نداد رسن چی میشد؟ نابود میشد فهمو دویر با ارگانویزوی دو میمبراندار میتخون روی پلاستید سوال داره قسمت افران موضوعی من دویر با چی؟ وظیفه های یدرا ارگانویزوی نیم افتوماتیکی و اکراسوما ببینید وظیفه های یدرا یدرا یکی از قسمت های اساسی حجره میباشد و که تمامی قسم های دیگر حجره رو با تنظیم میداره یعنی که تنظیمی مبادله ماده تنظیم این بودله مادم مز به یدرا وابسته است دیوم نگاهداری اخبار ارسی نگاهداری اخبار ارسی ببینید که الان این کدین خرماسوما در کجا جایگیر است در داخل یدرا جایگیر است این سبب میگم نگاهداری اخبار ارسی سوم وظیفه این در رفت تقسیم شوی حجره اشتراک میکند رفت تقسیم شوی در رفت تقسیم شوی جرای اشتراک میکنند از همه چیز مهم برای ما این ارگانویت های نیم افتوماتیکی کدام ارگانویت ها رو ارگانویت های نیم افتوماتیکی میگن و برای چی این چی معنا دارد ارگانویت های نیم افتوماتیکی این چی است؟ میتاخوندریا و پلاستید هم میگوشن برای چی این ارگانویت ها رو میگن ارگانویت های نیم افتوماتیکی بخاطر اون که اینها چی دارن؟ ببینید کدین در میتخون در کدین شخصی دیده میشود در پلاستید نیست چی؟ کدین شخصی که کدینشون چیه؟ حلقشک کدین حلقشکی شخصی دیده میشود در اینها چی؟ ریباسوما دارن پلاستید هم چی دارن؟ ریباسوما ببینید چی دارن؟ کدین شخصی دارن ریباسوما دارن کدین ریباسوما خیلی دوتا چی بودن؟ دوتا ممبرانه دارن دو تا ممبرانه دارن پلاستید هم چی دارن؟ دو تا ممبرانه دارن و الان همین ارگانویت ها رو چی گفتم؟ ارگانویت های نیم افتوماتیکی میتاخوندریا و پلاستید ها ببینید کدین شخصی دارن ریباسوما دارن دو تا ممبرانه دارن این چی خاصیت دارن؟ یعنی این ارگانویت های میبوشن که قابلیت دارن خودشون قسمان مستقلانه فعالیت کنن ببین میتاخوندریا و پلاستید ها قابلیت دارن کدینش دوچن شود و خود رو حاصل کنند میتخون را پلاستی خود رو حاصل کرده میتوانند در داخلش سفیده های خصوصی سفیده های مخصوص حاصل کرده میتوانند هم میتخون را هم پلاستیده سفیده های مخصوص سفیده های خصوصی حاصل میکنند یعنی از دیگر ساختارهای حجره قسمان جدا است و وظیفه خود رو مستقلانه اجرا میکنند عقیده ای است که میتخون را پلاستیده گویا این ساختاری اساسی حجره نیستند یعنی نبودند اونها همچون یک ارگانیسم های پروکاریوتی یعنی میتاخوندریا این بکتری ایروبی و پلاستیدا باشد این سیانوباکتریا همین گونه نظر سیمبیونتی گویا در دوره های پیش در دوره اولیوس سرگدار نظر کنید یک ارگانیزمی امیوبشک بود ارگانیزمی امیوبشکلی گتیروتروفی یعنی تنها ماده تهاری جزوی رو استفاده میکرد و درخت مبادله مادهش تنها برای انایروبی میگذشت یعنی بی اکسیگن ببینید که به اشتراک اکسیگن اشتراک نمیکرد و در این مورد وقتی که گلوکوز ماده جزوی تجزیه میشد به نهایت انرژی کم حاصل میکرد و این ارگانیزم مجبور شد برای کم مکمل شدن یگان چاره رو انتخاب کند یگان راه رو انتخاب کند وقتی که این ارگانیزم اومد سیانوباکتری رو فرو برد این سیانوباکتری رو هضم نکرد سیانوباکتری رو حل نکرد یعنی تجزیه نکرد و با سیانوباکتری یک جای زیست و سیانوباکتری در داخل این ارگانیزم فتوسینتز کرده ارگانیسم های فتوسینتز کننده رو با وجود آورد یعنی خلاصه از آن همین ارگانیسم یعنی سرنسل رستنی ها می باشد ارگانیسم های فتوسینتز کرده این ها رستنی ها می باشد خلاصه سیانوباکتری را حاصل کرد سیانوباکتری و آینده آن همین سیانوباکتری و پلاسیده مبدل گردید ببینید در سیانوباکتری یک چی دارد؟
یک می برانه دورد یک می برانه دورد چیکار کی مو گفته وقتی که دل خو ارگانیزمی که دل خو جسم با هجره وری چوار از حساب میمبرانه از حساب میمبرانه هجره اگر این هجره باشد وقتی که جسم وری چدن خواهد یکون جسم با هجره وری چدن خواهد ببینید وقتی که این وری بشد با داخل میمبرانه هجره با داخل فرو میرود و در نجا این همین جسم ورید هجره شد و از حساب میمبرانه هجره یک چی پیدا میشه یک جلد ببینید جلدی اول جلدی خراش بود دیواره خراش دیواره دیوم هنگامی ورید شدن از سوی کی گریم از سوی میمبرانه هجیره این از این سبب این ارگانیسم شد ارگانیسم های دو میمبرانه دو و میتخون رویم با همین رو یک باکتری ایروبی یک میمبرانه داشت وقتی هنگام ورید شدن چی شد؟ هنگام ورید شدن یک میمبرانه دیگر رو صاحب شد و میتخون رو این باکتری ایروبی بود ببینید که ارگانیسم فتوسینتز میکرد فتوسینتز میکرد گلوکوز حاصل میشد ماده غذایی حاصل میشد و اگر گلوکوز رو به اشتراک اکسیژن اگر ما اکسید کنیم این رو میگن گلیکولیز ترشوی از یک مولکول گلوکوز دو مولکول اتف حاصل میشه ببینید چقدر مثلا به ثمره است چی بسی نمیکند کم است و وقتی که باکتر ایروبی رو استفاده کرد فرو برد و این به میتاخوند رو تبدیل یافت وقتی که این با اشتراک اکسیژن با اشتراک اکسیژن این گلوکوز را اکسید کرد از یک مولکول گلوکوز 38 مولکول ATP شد به نهایت پرثمر شد و این برای پیشروی ارگانیسم ها به نهایت زینه‌ای مهم بود خلاصه برای همین این ارگانیسم ها این ارگانوئید ها را ارگانوئید های چی میگن نیم اتوماتیکی یعنی ارگانوئید های نیم اتوماتیکی سوال شد این میتوکندرا و پلاسید هم میشه سبب یعنی کدن ریباسوما و دو تا میمبرانه دارد این همه نشانه نیم اتوماتی بودن این ارگانیسم رو بفهمانند دیگر ساختار این اکراسوما می باشد اکراسوما اکراسوما این قسمتی اگر ما یک نطفه رو کشیم اگر این نطفه است خلاصا در قسمتی پیشی نطفه در سرک نطفه یک ارگانوید است یک ساختار است در داخلش فرمنت ها جای گرفته است در داخلش چی دارد؟ فرمنت فرمنت ببینید انا می نام دارد اکراسوما اکراسوما در داخلش چی است؟ فرمنت فرمنت مثلا یک فرمنت این گیالورونیداز است گیالورونیداز وظیفه گیالورونیداز وظیفه گیالورونیداز وقتی که نطفه به نزدیک تخم هجره میرود از سوی همین فرمنت های اکراسوما که در داخلش گیالورونیداز است دیواره تخم هجره سوراخ کرده نطفه داخل اون چی میشود سرک نطفه به داخل تخم هجره ورید میشود و برای چی مهم اکراسوما را امجاز پیش با شما میفهمونه اکراسوما این شکلی تغییر یافته چه اپارات گلجی این تغییر یافته چی است تغییر یافته شکل تغییر یافته اپارات گلجی است فهمو اپارات گلجی باز دیکتیاسوما هم این چی است ساختار اپارات گلجی میباشد فهمو خیلی بود این اکراسوما که ما نگفته بودیم نفهموندیم ارگانیسم نیم اتوماتیکی وظیفه یادرو تشکر باید دقتتان